هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. اسرائیل حمله موشکی به ایلات رو با سامانه پدافندی جدیدی دفع کرده. ظاهرا این همون سامانه های قبلیه که روی ناوها مستقر شد. این حمله و دفع اون رو چطور دیدید؟ درود بر شما و ملت دلیر ایران. همونطور شما اشاره کردیم و در گزارشتون بود، این برای اولین باری است که اسرائیل اون سیستم پدافندی هواییش رو که در زمین هست و گنبد آهنینه، یک نمونه از اون رو روی کشتی‌های جنگی خود سوار کرده و از اون استفاده کرده برای از بین بردن این پهپادها. کشتی‌های اسرائیلی ساخت آلمان هستند و اسرائیل تغییراتی در اونها داده تا اینکه بتواند این سامانه رو بر روی اونها سوار بکنه و از این کشتی‌ها استفاده بکنه، هم برای برخورد با چنین حملاتی از جانب گروه‌های مزدور جمهوری اسلامی و همین که در دریای مدیترانه از حوزه گازی اسرائیل در مقابل حملات احتمالی حزب الله محافظت بکنه. بنابراین این یه تحول بسیار مهمی است که صورت گرفته و انتظار میری که اسرائیل در صورتی که از جنوب حوثی‌ها حملات بیشتری رو، حملات پهپادی و یا موشکی رو به جانب به طرف اسرائیل و به خصوص بندر ایلات انجام بدهند، از این سامانه استفاده بکنه و همینطور در مقابل این گروه های دیگری که عراقی ها و یا اینکه حملاتی که از جانب سوریه به نام جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. منتها چیزی که مهمه اینه که تا به حال هم گنبد آهنین و هم این به اصطلاح سی دوم که به گفته میشه، نمونه گنبد آهنین بر روی کشتی ها، تا به حال بسیار خوب عمل کردن و همینطور سامانه های دیگری که اسرائیل در اختیار داره از جمله پاتریوت. حسن نصرالله گفته ایران با حمله مستقیم به اسرائیل به موضوع کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه قرار واکنش نشون بده. وضعیت رو چطور میبینید؟ خیلی جالبی که حسن نصرالله سخنگوی خامنه ایست و سخنگوی حکومت اسلامی در ایران. خب حسن نصرالله به خوبی میدونه محدودیت‌هایی رو که خود او و گروه حزب الله در لبنان دارن در مقابل اسرائیل و به همین خاطر است که خود حزب الله با احتیاط بسیار زیادی حرکت میکنه. آخرین باری که اسرائیلی ها از فرماندهان حزب الله رو کشتن روز دوشنبه بوده و این کشتار ادامه داره. تا به حال نزدیک به 300 تن از جنگجویان و فرماندهان واحدهای مختلف حزب الله رو اسرائیلی ها کشتن و سخنانی که حسن نصرالله در مورد انتقام سختی که جمهوری اسلامی قرار بگیره صحبت میکنه، البته با اگر که دقت بکنیم و یه به اصطلاح تحلیل محتوایی از گفته های خامنه‌ای، سردار صفوی، رضایی و دیگران انجام بدیم، میبینیم که به تدریج اینها سطح اون تهدید رو دارن پایین و پایین تر میارن و به همین خاطر هست که مرتب یادآور این امر هستن که جمهوری اسلامی انتقام خواهد گرفت، مستقیم انتقام خواهد گرفت، در حالی که در نشستی که علی خامنه‌ای با اون به ظاهر دانشجویان بسیجی داشته به طور خیلی روشن به اینها گفته که خطرات جدی رو که در صورت حمله مستقیم از جانب جمهوری اسلامی به طرف اسرائیل متوجه نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین گفته های حسن نصرالله نظیر همون گفته هایی است که از ابتدای جنگ غزه بارها مطرح کرده، اینکه مقاومت
فعال هست، مقاومت مؤثر هست، ولی در عمل می‌بینیم که مقاومت نه تنها مؤثر نبوده و نیست، بلکه ضربات بسیار شدیدی از جانب اسرائیل خورده و تمام هم‌وقم جمهوری اسلامی، حزب الله و دیگر گروه‌های مزدور جمهوری اسلامی بر این است که حماس در نوار غزه شکست نخوره. اگر که حماس شکست بخوره، به تبع وضعیت حزب الله در لبنان بسیار شکننده خواهد شد و همینطور گروه‌های دیگری رو که در سوریه و عراق به کار گذاشتند و همچنین حوثی‌ها در یمن. سپاس از شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی.